زیاد کشیدند و حالا با اجازت شما من سخن را به سه نفر تشکیل کننده ها یا سرکرده های همین سازمان سخن بدهم. من روی صحنه سلیم جان نصرالدین، عبدالرحیم عمریان و دلیر غفرانوف را دعوت میکنم. مرحبا. لفظی شیرین و زبانی شیره دارم توجیهی به افتخار استقلال جشن تو افتخار میگی یک مخلومی پر از من پرانده بار استقلال نیلی وطن ما که با شرافت این جشن ما را توانست گرده هم سر این خانی مراد این خانه که چرا مراد آرزو میکنیم مرادی ماست که پاینده بار استوار بار جاویدان بار بگزن بار. و عزیزان دیدیم، ما در اول شهر دنیا نیویورک طور زندگی داریم و میخوام مفهومی همین استقلال رو به حیث یک شهروند مهاجر مسافر کوتاه گفته گذارم. بشک از شاید 300 خلق و اقلیت و ملت ها در این شهر زندگی میکنم و وقتی به اونها روبرو میشود اولی سوالشون این است که Where are you from؟ میدونیم نه همه این ملت ها پاسخی این سوال رو دارن و ما با افتخار میگیم I'm from Tajikistan. و همین استقلال است که این نام رو ارزش های ملی رو تمام هستی ما رو در عرصه عالم استوار و جاویدان نگاه میدارد. و عزیزان دیر سرکرده از سفیر محترم برادر عزیز موکل فاروق جانبه نماینده جمهوری تاجیکستان در نزد سازمانی با نفوذ ملل متحد تشریف آورده، قدم‌هایتان پرفیض و سرشار از برکت بود. همزمان در این محفل ما دوستانمان باور کنید از خودی ایالت مینیسوتا آمدند. دلیر عزیز سلام آمریکا، یک دستور برای شما. قهرمان عزیز قهرمان مرادی از شهر کالیفرنیا از نام جمعیت پاشکان کالیفرنیا تشریف آوردن. خوش آمدید. سیدتای عزیز از شیکاگو همین لحظه به واسطه طیاره آمدن. خوش آمدید. یکی از نفران واقعا هوشمند و دانشمند ما که شرکت تاجرو ترانسپورتیشن رو رهبری میکند. افتخار ماست. نگاریم آینده در رشدی
تجارت در بین تاجیکان آمریکا و همزمان مساعدتش به رشد اقتصاد تاجیکستان عزیز همیشه در صفحه اول باشند و موفق باشند. برادر عزیز ما دلاور از شتاب پنسیلوانیا، بهزاد عزیز و دلیل عزیز از همزمان از پنسیلوانیا، بوغر بود از بسیار مضافات اینجا آمدن، ولی متاسفانه من در این لحظه حساس شد اسمتون اگر صرف نظر کردم ما رو ببخشید. و دوستان عزیز، تاجیک نیو جنریشن، نسل نوی تاجیکان، بسیاری از دوستان پرسیدن که چی شرکت است، چی هدفهای را دارد. من در یک دهه کوهستان به گویا رسیدم و اونجا بهترین چیزی که خاطرمان در ذهن من بود پیوندگری دهقان به نهالهای نوروسته بود. میدونه امروز در خارج از کشور صدها هزارها میلیونها شاید در آینده نسل نوی ما روش میابد، کلان میشود و ما میخواهیم فقط ایشان را با گونه همون دهقان، با فرهنگ، با تمدن، با زبان، با اون ارزش های والای آدمگیره که ما داریم پیوند بسازیم، تا اونها درک کنند که فرهنگ پرخانوات ایشان که امروز در درآمدگاه دفتری سازمان ملل متحد است بدی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند، چون عضو به در گوهر روزگار دیگر عضوها را نماند کرد. این فلسفه اولمگیر مالی ماست، بگذار آنها با این افتخار کنند، بگذار آنها افتخار کنند که بهترین سیاست گومانیستی انسان دوستی در جهان در ادبیات آنهاست. درخت دوستی بینشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شما آرد. این فلسفه عالمگیری ماست و بگذار آنها دانند که امروز ما میانی ساحل دیروز و فردا مثل دریاییم. این شعبت از دفتر استاد لایق شهیر است. میانی ساحل دیروز و فردا مثل دریای خروشان سیتیزان به منزل برای مقصود به آینده درخشان تاجیکستان راه پیمایم. این نوشباد است میگه تو تا قطره های آخرین میموشم به یک جامی مبارک بود، جام خیاب، جام خیرد که تا دانند هستم واریس و همسوغری خیام، که تا دانند هستم از اهلی انا همین کنه ادب و فرهنگی عالمگیر. و همین است، ما امیدوار هستیم که در پرورش و تربیه نسل نو، در رشد و نموی آنها، در افتخار نمودن آنها با فرهنگ پرغناوت خش یک ذره هم باشد سهم خودمان رو گذاریم. من امیدوار هستم که نسل ما آینده در هر گوشه دنیا که نباشد بهترین کادرها میشوند، خدا کند که میلیونر شوند، میلیاردر شوند. وقتی اونها پیوند با تمدن خود را دارند، همه وقت برای رشد تاجیکستان عزیز، برای پیشرفت اقتصاد وطن عزیز به طرف نخواهند بود. با امید این ارزوهای نیک و خیلی جهان سپاس از حضور همه شما عزیزان، خوش آمدید و رشته سخن در اختیار برادر عزیز ما دلیل عزیز. سلامت باشم. سلام دوستان عزیز، باز دیگر در برابر دوستتون جمعیت تاجیکان ما حق معنوی کمتر داریم، برای اینکه از روی پرتکل ما هم یک از مسئول ها هستیم، اما ما پیش از محفیل مثل مهمان والد شدیم و امید جان بیشتر در ایباره زود گفتم بیشتر که مهمان های خارجی مرحمت داره. همین ما مثل مهمان خارجی از این زیاد حقی گفتار نداریم، اما همین اشاره همین ایباره برای ما یک شپوتی شد که ما با بهزاد برادر صحبت کردیم، گفتیم که باید برای جبران کردن این کمبودی در شتاب پنسیلوانیا باید نه بهتر از سال آینده باید همین محفیل دایر شود و ما هم نشان دیم که یک مسئولیت داریم. سرچنان ما مسئول این گفتار هستیم، نصیب باشد نه دیتر از شاید در وقتی نوروز یا که استقلالیت آینده نصیب باشد این چیزا ما علاقه خواب دادیم. و من دوست دیگر اینجا آمدم برای ما یک کشفیات شد، هرچند که معلمه عزیز جهان میشناسد، اما ما شناخت انفرادی، شناخت عینی رو متاسفانه نداشتیم و من
بسیار شرم داشتم که همیگونه شخصیت من به واسطه نمیشناختم و با اجازت جناب سفیر و نماینده ما در اون گستاخی میکنم بگم که ما سه سفیر داریم در امریکا، جناب اکای فاروق، اکای جانبه و معلمه عزیز سفیر فرهنگی ما. و من اتفاق میکنم که معلمه خطا بکنم در شکلتی ما زندگی میکنم دیگه سفر درست و نصیب باشد اگر ما همچون آدمی که متصدی این کار که تشکیل کرده در تکیه با هم دیگر انشاءالله که یک کار خوبی را نصیب باشد انجام میدیم. بسیار سپاس میکنم برای هر کدام شما که وقت خود را در داشته آمده و من فکر میکنم که نه تنها این سه شاه ستون ما تکرار کردیم و هر کدام ما در نهایت خود سفیر هستیم. من فکر میکنم که باید کشور ما را درست معرفی کنیم و منبردار وطن و دولتی خود باشیم. اسکرات مبارک باشد. خدا نگهبان. سلام باشید.